راکارهای دراز مدت روایاتی از پشوایان دین ما در ارتباط با کار و تلاش و فعالیت زیاد در منابع روایی وجود دارد بانه. یعنی یکی از راهکارها اینه که ما مردم را بسیج بکنیم برای کار و تلاش من. ماهی گرفتن به تعبیری برای افراد ماهی دادن خیلی هنر نیست <applause> باید ماهی گرفتن را برای مردم یاد بدیم اینکه ما مردم را فقیر بار بیاریم فقط انفاق بکنیم و اونها را این یک راه شکر کاری به تعبیر سیر بکنه و دیگه اما این مردم را دنبال کار و تراش تشویق بکنیم یکی از راهکارهای عمده اسلام تشویق مردم به کار و تلاش هست بله. پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود الکاد ال و علی عیاله کلم فی سبیل الله یعنی مساوی است یک کارگر با یک مجاهد فی سبیل الله کسی که در راه خدا جهاد بکنه او مساوی است با کسی که برای خانواده‌اش زحمت بکشه پس زحمت کشیدن برای خانواده اول اینکه عزت و آبروی خود خانواده حفظ می شود و از سوی دیگر اگر هر کسی برای خانوادهش تلاش بکنه واجب و نفقه خود را نفقه بده جامعه به سوی سعادت و ثروتمندی پیش میرود رونق اقتصادی به وجود می آید به این دلیل است که پیشوای دین ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به کار و تلاش تشویق کرده است بله. امام علی علیه السلام یک جمله دیگری دارد میفرماید لیس می للعاقل ایکون شاخصا الا فی سلاس مرمت لمعاشه او خطوت لمعاده او لذت فی غیر محرم حضرت بله. یک انسان عاقل سه خصلت دارد سه کار را باید انجام بده عاقل کسی است که این سه صفت را داشته باشد. سیارالی بهسازی زندگانی یعنی کار و تلاش برای معاش بهتر شدن زندگیش بنا. برای بهتر شدن زندگی تلاش بکنن مرمتا لی معاشه معاش خودش را مرمت بکنه هی بسازه تعمیر بکنه تعمیر. روز به روز رشد بکنه یک جامعه که اقتصادی او را فرد فرد جامعه به دوش بکشه و تلاش کنه که وضعیت اقتصادی بالا برود قهرن اون جامعه جامعه پیشرفته ای خواهد شد شما الان ملت ژاپن رو ببینید بعد از جنگ هایی که اتفاق بله. افتاد جنگ جهانی اول و دوم و خصوصا با بم های شیمیایی که و بوم های که در هیروشیما ایالات متحده ای آمریکا انداخت و ای را قتل عام کرد بعد از اون جنگ ها آمدن شروع کردن به کار و تلاش و امروز یکی از کشورهای ثروتمند جهان به حساب از کشورهای بله در تمام جامعه هم اگر همین گونه جامعه اسلامی خصوصا جامعه فقر زده و فلاکت زده ما اگر مردم تلاش بکنن کار بکنن که زمینه های کار فراهم شود دولت موظف است که زمینه های کار را فراهم بکنه و از آن سو مردمم وظیفه دارند که خود تلاش بکنن منتظر دیگران نباشه کاد علا عیاله کار برای خانواده خودشان بکنه نان در بیارن اون جامعه جامعه مرفع خواهد شد و رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد حضرت می داشت. که این سه خصلت را باید داشته باشه یا برای زندگانیشان تلاش کنه یا اینکه برای آخرتشان تلاش کنه اینطوری نباشه که البته روایات زیادی در این زمینه داریم که بعضیا دنیا را میگیرد آخرت را فراموش میکنه بعضیا آخرت را دنبالش میرد دنیا را فراموش میکنه ولی اسلام به عنوان دین حیات بخش و دین جامع هم دنیای مردم را در نظر گرفته است و هم آخرت مردم را